خاطر آور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می و آنها را نگه میداریم تا به یک دیگر ملحق شوند تا زمانی که به پای حساب می و روزی را به خاطر بیاور که کوه ها را به حرکت در آوریم و زمین را آشکار و مسلطه می و همه انسان ها را برمی و احدی از ایشان را فروز آنها میگویند پروردگارا ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی اکنون به گناهان خود مقترفی آیا راهی برای خارج شدن از دوزخ وجود دارد؟ برای شدن بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند بخشند و مهربان محضر شما بینندگان عزیز سلام و عرض ارادت دارم مفاهیم رجعت رو از شبکه جانی بیت عباس علیه السلام دارید میبینید و امیدواریم که در این دو ده قسمتی که تقدیم شما شده توانسته باشیم یک کلیتی از فضای رجعت رو در ذهن شما نقش بسته باشیم و اهمیت و عظمتش رو زمنن به دست آورده باشید و شاید به نوعی تحریکی هم باشه برای مطالعه بیشتر شما عزیزان و اما بحث دیگری رو با حضور کارشناس محترممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ عباس علی امینی خواهیم داشت که دعوت میکنم بیننده باشید و همراهی مون بفرمایید جا سلام خیلی خوش آمدیم وقتتون تو بخیر باشید شد. علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشید انشاءالله خسیم خدمتون خدمت اهل بید باشید انشاءالله سلام علیکم و بیننده رو کنید وارد بحث گفت بیم بزرگ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله السلام على المهدي وعلى آبائه قال الله العظيم في القرآن الحكيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض خوب در خدمت شما هستیم با موضوع جدید سلامت باشید در خدمته. حضرت معصومی باشید انشالله هر کاری توی این دنیا یه علت و معلولی داره یک تأثیری داره یک واکنشی داره به قول امروزی های ریاکشنی داره این موضوع که بسیار هم مهمه و روز به روز داریم به اهمیتش توی این برنامه پی میبریم تأثیرش بر عوالم و یا بر فضای خلق شده توسط خداوند متعال چیست تأثیرات این فرصتی که خدا دوباره به ما میده یک رجعتی است این رو چگونه است و تقریبا میشه بگیم به کجا می انجام بله شاید که از موضوعات مهم بحث تاثیر تاثیر رجعت و قبل از آن ظهور بر در نظام طبیعت که آیا تأثیری داره یا نداره و اصلا اون فضا از جهت تکوین تغییرات و تحولاتی درش رخ میده یا نمیده تکوین که میگه یعنی خلقت از حیث نظام بل. طبیعتی که خدا قرار داده و اون سیر طبیعی ما روایاتی داریم که این روایات سریحه در اینه که یک سری تغییر و تحولات در زمان ظهور و به خصوص از زمان رجعت متناسب با هر کدام از این دوران ها اتفاق میفته که سابقه نداشته به این شکل و به این گستردگی و فراگیری و قبل از اون هم در آیاتی از قرآن این رو ما میخوانیم که مثلا این آیه شریف است که اطلاعات کردم که اگر اهل آبادی ها و شهرها اینا ایمان می آوردن و و تقا و تقوای الهی رو پیش می ما لفتحنا علیهم ما باز می بر اونها درهای, آسمان و زمین رو و برکات آسمان و زمین رو برشون می گشودیم و از زمین و آسمان اینها رو مورد تکریم و نعمتهای ظاهری و باطنی قرار میدادیم مولا به تعبیر خیلی آزاد خب این نص آیه شریفی است که در قرآن یکی از نکاتی که در آیات قرآن در آیات عدیده قرآن و بعد در کلمات رسول خدا صلی الله علیه و سلم که اون هم نوعی وحی به تعبیر شهادت قرآن اینو و الا وحی نیوها و بعد به تبع اون حضرت امیر المؤمنین که باب علم وحكمة پیغمبر بود که فرمود انا مدينة العلم وعلي و بابها و انا مدينة الحكمة و علی بابها فمن اراد العلم والحكمة فليأتها من بابها که این هم در کتب آمه هست از احادیثی که مسلم و معلوم هازدانها. و همچنین نزد ما گرچه این وهابی ها خیلی بیچشم رو هستن و روح ترین و واضح ترین ده. و ضروری ترین چیزهایی که حتی اون مذاهب عامه هم قبول دارن و به عنوان روایاتی که اینها مقتوع و سنده و از شخص رسول الله صادر شده اینا به نحوی اول انکار میکنن اون شیوهی که دارن و بعد اگر دیدن نمیشه و در مقابلشون میستن و منابع و مدارک قاطع رو چی میکنن شروع میکنن توجیهاتی کردن توجیهاتی که لایر را صاحبها صاحبه. که خود صاحبش به این توجیهات راضی نیست و هر کسی که با زبان عرب آشنا باشه و با زبان لسان روایات میفهمه که این یک توجیه عرب میشود غلط و یک نوع تحریف معنوی در این کلمات یکیش هم همین روایته که این مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است که پیغمبر اکرم این جمله رو فرمود خب در بیانات امیر المؤمنین هم هست و بعد به طبع اون فرزندان معصومش متعدد در کلام نورانی امام باقر صلوات الله و و امام صادق صلوات الله و علیه و حتی امام رضا علیه السلام این هست که یک نوع رابطه تکوینی بین اعمال انسانها و حوادثی که در عالم تکوین اهم از تلخ و شیرین مثبت و منفی اتفاق میفته این یک رابطه مستقیم است خب آیات قرآن که سریح در این قضیه شما سریحتر از این آیه از این آیه شریف است میفرماید که ظهر الفساد فی البر و البحث به ما کسبت عید الناس هر فسادی که در دریا و عشق می میبینید به ما کسبت عید الناس که کنایه از اعمال انسان است. بله. و از روایت همین استفاده میشه که در ابتدای خلقت اینجوری نبوده مثلا مردم هم نشین ملائکه بودن ملائکه فرود می آمدن. در مجالس با ملائکه که موجودات ملکوتی هن نشست و برخواست میکردن مؤمنین در امت های سابق یا هیچ درختی در روایت داره بدون بار نبوده همین درخت ها دار بودن ولی در اثر گناه یکی یکی نعمت ها سلب شد بله. و اینا یکی و دوتا هم نیست مضمون این روایات نشان میده که یک رابطه مستقیمی است بین اعمال خوب و بد انسان ها و حوادث طبیعی و عالم تکوین که همین هم عالم طبیعی امروز همین جوریم دیگه مثلا وقتی در یک فضا و زمانی گناه فراتر از حد انتظار میره خب از اون طرف نعمات بده کم بده. خواهد شد و بلاها هم بلاهای ها ها جدیدی, بلا جدیدی که بلده. بلده. سریح بیان امام رضا حالا ما سریح چون اشاره کردید همینجا اشاره کنم از قرآن بریم روایاتی روایاتی از فرزند رسول خدا علی ابن موسر رضا حالا حالاف و افتسنه. که حضرت میفرماید هر زمانی که مردم یک گناهان جدیدی را که گذشتگان انجام نمیدادند انجام بدهند یعنی گناهان تازه که مسبوق نبوده خدا هم برای اونها بلاهایی رو ایجاد میکنه که لم یکون و یعرفون گذشتگان اصلا نمیدانستند نمیشناختن اصلا وقتی به اونها میگی تعجب میکنه کما اینکه الان همین الان اگر از بعضی از این پیرمرد هایی که خیلی سن بالایی دارن در حد 100 سال 90 سال سوال کنی بعضی از این گرفتاری های جدید رو اینا میگن نبود اون زمان این چیزا این یک رابطه خودمانیش میشه با همون دستی که بدی با همون دستی میگیریم بله این میگیری. حالا قانون... طبیعت همین چرخه هست بله بله این قانون عمل و عکس عمل که در فیزیک این شناسایی شده و بعدم نسبتش میدن که مثلا فلان عالم غربی این رو کشف کرده که در ریشهش هستن در کتب و در منابع علمای اسلام, اسلام به خصوص عزمان. و بعد اصلش در قرآن و روایات این می شود که یک مسئله است فراتر از مسائل طبیعی یعنی در همه ای امور این عالم این یکی از قوانین خداست اصلا این نکته رو من عرض کنم خدا وقتی این عالم رو خلق کرد یک سری قوانین رو بر اساس اون علم و حکمت خودش و رحمت واسعه خودش قرار داده که این قوانین رو هر کسی و هر کسانی رعایت کنن آثار مثبتش رو میبینن و اگر این قوانین مخالفت بشه و رعایت نشه درست برعکس نتیجه خواهد بود این چیز عقلی و اوقلایی هم هستش این قانون عمل و عکس عمل امروز پذیرفته شده است و ثابت شده هم هستش بله بنابراین این این مسئله که از مسائل مسلمی است که همین, همین، از در همین زمان به خصوص با همین علم و پیشرفت تکنولوژی که انسان ها باهاش روبرو هستن که خیلی هم مغرور میشن فکر میکنن هر چقدر علم پیشرفت میره نیاز بشر به دین و معتقدات کمتر دینی کمتره شو. در حالی که اتفاقا برعکس و بر بر روز قیامت خداوند احتجاجی که به ما میکنه ما که در این زمان هستیم و هر چقدر امکانات و وسایل بشر علم بشر تکنولوژی بشر بیشتر بشه اتفاقا این مسئله مبدع و معاد به خصوص معاد و عوالم بعدی خیلی بهتر قابل درک هستش اونتا باید فکر کرد در این افلای تدب که قرآن داره بله. پس همین دوران هم تست کردیم دیگه هرچی بله. مردم فاصله گرفتن توی این بلاهایی که حالا این چند ساله مبتلا شدیم بهش اونهایی که فاصله گرفته بودن از معارف دینی خیلی درگیری هاشون چند برابر, چند برابر بود برابر. تا اون آدم که حالا با ایمانتر بودند یا یک دستورات رو مقیدن انجام میدادن لذت زندگی رو هم بردن, بردن در بردن همون بردن شرایط بلده. سخت حالا بیماری اتف... ها و امثاله اتفاقا همین کسایی که قانون اینا اصالت, و... اصالت و تجربی هستن دقیقا این تفکر رو انتز غلط رو از غرب گرفتن که دیدگاه پوزیتیویستی که اصالت رو به تجربه میدن اگه بخوان تجربه هم بکنن حتی دید همین امور هم شده. همین, همین هم بله تجربه است خداوند خیلی اصلا تجربه که مثلا زیارت عاشورا رو در ادوار گذشته برای دفع بیماری مثل وبا خواندن و تاثیرش رو هم دیدن اهل عامه نخواندن ضررش رو دیدن برده. توی این دیکی دو ساله حالا من نمیخوام اسم بیماری کرونا رو بیارم ولی خب دیگه مجبور شدم توی این ایام هم بزرگان دین ما حالا حداقل آموزگاران روز ما توصیه کردن هایی که عمل کردن نتایج مثبتش رو گرفتن بله در امان بودن و بیمه شدن به حتی خود. در زمان نزول بله بلا بله 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 یکی از روایات اتفاق بسیار جالبی که حالا اشاره کردید به مسئله همین بیماری تاون و... تاون, و... تاون وباء تاون بله. وباء که الان عرب ها همین ویروس کرونا رو میگن تاون وباء اتفاق این تو روایت داره که تاون نوع نوع من الوباء الا اینکه تفاوتش اینه که و با از طریق آب منتقل میشه که امروز هم ثابت شد نظر علمی و تا اون از طریق هواست بله. که وقت داره موتون وحی موتون سریع زود میکشن بله. خوشن. بله. <applause> که البته حالا باز در این زمان به خاطر امکانات چیز هست ولی وقتی بنا باشه کسی رو ببرند دیگه خیلی سریع که ما که شاهد هم بودیم زیاد این قضیه رو خب پیغمبر اکرم فرمود اضافه فشت الفاحشه اضافه فشت در قومی اضافه شت الفاحشه فی قوم نگر عبارت رو درست بخونن اگر زمانی که به اصطلاح شیوع پیدا بکند یک عمل یک فاحشه فاحشه این شاید اعمال زشت شاید همین منظور اعمال جنسی روابط همید. جنسی روابط اخلاقی این وقتی در بین مردم شایع بشه ثم اعلنوها بعد اینو کار علنی همین کاری که وضعیت که الان فرمود خداوند اینها رو با تاون عذاب میکنه الله که گفتیم تا اون همین ویروس کرونا رو الان بله. عربها ها میگن تا اون الوبا تکرار میکنیم برای این جهت که توجه داشته باشن به این نکته و اتفاقی که از علائم قبل از ظهور هم همینه یک نوع بیماری خیلی که فرمود دو تا مرگ یک مرگ قرمز و مرگ ابی است اینها قدام قیام, قیام قیام کننده از ما حضرت مهدی خواهد بود قرمز که که همون بحث جنگ و خون و خون بله, بله بله, که از این ما بله بله ولی بله 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 راوی سوال کرد که ابن رسول الله من موت قرمز رو مرگ قرمز رو فهمیدم منظور همین جنگ و خون که میشه اما مرگ سفید چی ازت فرمود اب تا اون الله که فرمود بسیاری هم در اثر این از دنیا میرن اما حالا این که تطبیقش دیدی البته حالا این شاید این بعضی از, از, از مطلقه آن. هم اگه بله, بله. باشه ما می آثاری ولی بالاخره این هست دیگه. بله تعارف بله. شاید اون گستردگیش اون باز در آینده شاید, شاید اتفاق بیفته اونم با یک مرگ فراگیر سر هر چه محقق بشه ان شاء الله دیگه به این فضا واقعا ولی حالا من تمام این مقدمی که عرض کردم و کلام به اینجا رسید اینه که واقعا ما تجربه کردیم دین تنها راه نجات مردمه چه در حیات روزمرهشون زندگی آم, آم، به قول معقولشون بلی. و چه در زندگی معنویشون حیات بشری به دینه نکته خیلی جالبیه که یعنی از عمیقترین تحولات و دیگرگونی هایی که جهان ما در زمان و مکان و اشیایش با اون روبرو رو هستش یعنی تمام این تحول وقتی می اتفاق میفته همه چیز رو تحت بله چون گاهی یک اتفاقی میفته یک اشیای خاصی رو یک بله. منطقه خاصی رو محدود خاص. اما معلوم میشه که این قضیه خیلی فراگیره یعنی حرکت سیر جهان ماده به سوی عالم غیب در حقیقت یعنی بشریت با اینکه خودش توجه هم نداره اینا داره سیر میکنه به یک عرض می شود که سمت و سوی که نهایتش عالم غیبی که بخشش در همین عالم و در دوران ظهور و به خصوص رجعت این مرحله به مرحله ظهور و بروز بیشتری پیدا میکنه پس بنابراین اون جواب مشخص شما در رابطه با این که آیا رجعت چه تأثیر چه تأثیری یا چه تأثیراتی در نظام طبیعت, داره این از آیات و روایات استفاده میشه که در حقیقت رجعت یک تحول جدی در نظام طبیعت و زندگی بشر حتی همین زندگی دنیاویش اخرویش که اون جهات اخروی و بله هم جای خود داره و اون هم خیلی شگفت آوره که حالا اگر انشاءالله رسیدیم به خصوص به اون نقطه دابت و الارض نشان میده که اصلا در بخش معنوی اصلا پیش اون تحولات و پیشرفت بشری در اون دوران از جهت معنویت و علم و عقل و ایمان این با اون جهات مادیش اصلا قابل مقایسه نیست. نیست خیلی خیره کننده و عجیبه که اثر برای ماها قابل تصور نیست برابر این, قطعا این قضیه اتفاق خواهد افتاد خب یکی از نمونه هاش همون خروج از قبر موقع رجعت ما میگیم در رجعت بس اتفاق میفته یعنی برانگیخته شدن بله حالا با اون حرفایی که در توات آمده بله که این بدنها همون بدنها مجددا فعال میشه ذرات جمع میشه و به هم پیوسته میشه و بعد روح ملحق میشه و بشر دو مرتبه از همون قبر خارج میشه اما این خروجش اولا این خودش یک نوع تحول در همین عالم دنیاست قبل از قیامت کبرا ثانیا خود این خروج هم معلوم میشه یک سری تغییر و تحولات حتی در اون جسم مادی هم هستش که شاید خواهیم پرداخت بعضی از روایاتش که در همین جسم هم یک سری تغییر و تحولات همون جسمه جسم است که انسان از اون جسم عنصری است که تک گفته و خاک شده همین برمیگرده الا اینکه یک تغییر و تحولات متناسب با اون زمان هم درش اتفاق خواهد افتاد و باز شاهد دیگری بر این مطلب یعنی اینکه تاثیر داره ارض می شود رجعت در نظام طبیعت و این تحولات تکوینی اون حدیثی است که حدیث رجعت امام حسینه که از زبان و لسان بزرگوار اون امام صادر شده که حالا بعضی از مقاتش من اشاره خواهم بسیار عالی من یک سوال توی ذهنم نقش بست ولی اجازه بدین یه فاصله بگیریم برگردیم با اون سوال دوباره گفتگومون رو ادامه خواهیم با ما کماکان همراه باشید بیننده برنامه مفاهیم رجعت هستید ممنون از اینکه چشم بر این قاب شیشه ای دوخته اید و برنامه رجعت رو دارید از شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام میبینید که ما کام شما هستیم با حضور حضرت توجهت الاسلام و نوسلم و جای امینی و اما سوالی که تو ذهنم نقش بست این که ما با همین جسم انصاری به تعبیر شما در روز رجعت برمیگردیم حالا سوال اینه که آیا با این تکاملی که در اون زمان قرار از صورت بگیرد آیا نقص های جسمانی ما هم اصلاح خواهد شد یا نه با هم یعنی کسی که مثلا یک معلولیتی رو در این دنیای امروزی داشته آیا در فرصت دوم هم با همون معلولیت میاد یا همینجوری که خدا یک عمر دوباره میده یک فرصت دوباره میده یک سری نواقص ظاهری او رو هم حل میکنه بله. خب اصلا موضوع بس همین بود که این رجعت در نظام طبیعت و تکوین این تاثیر داره تأثیر؟ خب یکیش همینه آه. و اتفاقا ما روایاتی داریم هر همین روایاتی که روایاتی که از امام حسین الان براتون عرض خواهم کرد که اشاره به همین تحولات در عالم تکوین و نظام زندگی انسان هاست یکیش هم همینه که اتفاقا وقتی برمیگردن اینها با عرض می شود که رفت و دفع اون نواقص قبلی بوده هستش معلوم میشه هم قدرت قدرت جدیدی است مثلا در روایت داره که قدرت مؤمن در اون زمان به اندازه چهل مرد خواهد بود قدرت بدنی حالا بله. هم میگم در مورد خود پیغمبر اکرم هستش که پیغمبر اکرم این گونه بود صلوات الله سلام علیه در قدرت چهل مرد رو داشت ام. در جهات مختلف حتی نیروی نظامی پذرت در جنگ ولی از عز. گرچه حضرت خیلی وارد نمیشد اما داره در بعضی از موارد هم که حضرت وارد میشد این گونه بود خود ارد می که امیر المومنین با اون شجاعتش می فرمه که ما گاهی در شدت جنگ ها اتقینا به رسول الله به پیغمبر خودمون رو در پناه رسول خدا, خدا قرار میدادیم دادیم بره. اما این روایت از امام باقره ان الباقر علیه السلام از امام باقر صلوات الله و سلام شکافنده علوم اولین و آخرین که پیغمبر اکرم بشارت تولد اون رو به جابر داد فرمود که تو پنجمین فرزندم رو ملاقات میکنی که او شکافنده علوم انبیاس یا علوم اولین و آخرین تعابیری که داره امام باقر در یک روایت میفرماید قال قال الحسین علیه السلام لاصحابه قبل این یقتل قبل از اینکه امام حسین به شهادت برسه به اصحابشون فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لی یا بنی انک ستصاغ الى العراق و هي ارض قد التقى بها النبیون و اوصیاء النبیون فرماید که تو رو به سودی میبرن به سوی عراق و عراق زمینی است که انبیا اونجا و شهدا انبیا و اوسیا اینا اینجا هم دیگه رو ملاقات کردن و هی ارض تدعا امورا اینجا زمینی است که بهش امورا هم گفته میشه و انک تستشهد بها و تستشهد مع جماعت من اصحاب من اصحابک یا من اصحاب لا یجرون علم مس حدید که فرمود تو با گروهی از جماعتی و جماعت از یاران اینا کشته میشوید و هیچ کدام اون درد ضربه های شمشیر و نیزه ها رو احساس نمیکنه بعد حضرت طلا حاضه الایه امام حسین این آیه رو خوندن قلنا یا نار کونی بردن و سلام همینطوری که آتش سوزان بر ابراهیم برد و سلام شد فرمود شما هم و فرمود فابشروا فوالله ان قتلونا فانا نرد علی نبینا به شما بشارت میگم اگر ما رو بکشن ما بر پیامبرمون وارد میشیم بعد روایت ادامه داره تا اینکه میرسه به محل شاهدی که الان عرض میکنم قال ثم امكث ما شاء الله امام حسین فرمود خب وقتی من کش به شهادت میرسم مدتی در اون عالم یعنی در برزخ خواهم بود و در اونجا مکس خواهم کرد تا زمانی که خدا بخواهد بعد فرمودن فاکون اول من تنشق الارض عن اولین کسی که زمین برای او شکافته می شود و از اونجا خارج خروج میکنه و بیرون میاد که حالا یه نکات دیگه هم داره چون محل های از اون میگذریم بله. من خواهم بود خب امام حسینی ای که سر متحرش رو از بدن جدا کردن اون بدن متحرش رو اون همه زخم زدن اون اوضاعی که شنیدید در حلی. مقاتل هم نوشتن صلوات الله و علیه خب امام حسین به شکل یک نسان کامل و نورانی از قبل خواهد شد. خارج خواهد شد حتی اصحابش یعنی با, با دو... در آشورا بودن دست. نه اون نیست بله اما این بحث در این دوران خب نه دیگه اصلا داره امام حسین میاد یک دوران خیلی طولانی عمر می حکومت میکنه علیه. از امام به باقر زارن در شاید در یک روایت دیگه است یا امام صادق سلام الله علیه ما فرمود اونقدر عمرش طولانی میشه که ابروانش روی چشمش قرار میگیره مثلا این کنایه از کسرت علیه. طول حیات بعد امام حسین فرمودن خب اولین نشانه این تحولات یکیش همینه من بیرون این و این هم فقط امام حسین نیست حالا در ادامه کلمات حضرت متوجه خواهیم شد که حضرت فرمود هیچ مقعدی دیگه زمینگیری روی زمین نیست هیچ کوری در زمین نیست هیچ زو آهر کسی که دارای مرض و ارمی شود که دارای مرض مزمن باشه در زمین وجود نداره حالا به تعبیری من خیلی آزاد دارم ترجمه خیلی از چیزهای منفی به تعبیری از بین خواهده. خیلی نه اصلا بناس پاک بشه صحنه زمین از همه ناخوشایند خب اگر پاک بشه, بشه که دیگه امتحان حالا عرض خواهیم کرد که خب اگر اینجوری است وقت این بعضی از جنگ هایی که باز اتفاق میفته اون فلسفه چیه چی فلسفه همون بحث انتقامه که حالا خواهیم گفت این قانونی است که انت... بله بله اون انتقام الهی است که بخشش بناس در دوران رجعت این یکی از باز قانون ها و فلسفه های رجعت قانون های الهی که خدا قرار داده سریع هم در قرآن فرموده که آیشون کرر خوندیم ولن و دیقن نهم الاذاب الادنا دون الاذاب الاکبر که این دون یعنی غیره به من غیره غیر از اون عذاب اکبری که در قیامت کبرا هست در اونجا خواهد بود بعد امام حسین فرمودن که ولی زل نه الی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و جنود من الملائکه ملائکه مقرب اله اون سه ملائکه مقرب اینها با گروهی از با لشکری از ملائکه میان ولی انزلن نه محمد و علی و انا و اخی تاخر بعد داره که من در زمین خواهم بود مدتی بعد وقت مثلا ببینید بعضی از تعابیر که البته حقایقش خیلی برای ما واضح نیست ولی در روایات مکرر آمده ان الله یخرج ثم ان الله یخرج من مسجد کوفه عینا من ذهب و عینا من ماء و عینا من لبن و اینو طبعا با این عقول عادی ما قابل تحلیل نیست مثلا داره چشمه از طلا چشمه از آب چشمه از شیر که نالا حقیقتش چیه چون داره اصلا منطقه کوفه و مسجد کوفه اینجا قطعه از بهشت که اونم باز رباطی متعدد داریم که اونجا ظهور و بروز پیدا شدن بله بله مثلا یک ظهور و بروزش در اون زمان خواهد بود و اهل تو علی اليهود و النصارى و سایر الملل لاخیرنهم بین الاسلام و, و السی یک سوال میکنن که آیا در اون زمان در زمان ظهور بعدم رجعت آیا ادیان آسمانی دیگه هم هستن از بعضی از آیات استفاده میکنن که برای تا قیامت هست تا این قیامت ظاهرا خیلی جاها قیامت تطبیق شده بر همین ظهور و رجعت که و رجعت ولی بعضی از بزرگان چون این مورد به صلاح اقوالی است و بله و اثباتن اما حالا از یک سری از ادله استفاده میشه که این عمد این ادیان همه ادیان لیظهره علی الدین کلهی این لازمش اینه که تمام اون ادیانی که اینها ادیان محرفن ادیان باطلن اینا محو بشه اصلا قلبه حقیقی اون زمانی است که دیگه اثری از عقاید باطل و افکار باطل نباش اینی که ما های مرتب باز میگیم بله کفار برمیگردن اما اینا برای جهات خاصی است برای این در حقیقت اینا برگشتشون برای چشیدن بخشی از ظلم ها و تقیان هایی که قبلا داشتن گرچه اون حرف بحث اختیار هم اشاره کردیم گفتیم تکلیف هم دارن اختیار هم دارن اما خب به صورت طبیعی اینها بر نمی گردن. خب این بیان امام حسین این هم هستش بعد اون جمله ای داره که ولا یبقا علا وجه لرز اعما روی زمین یک فرد نابینا دیگه وجود نداره ولا مقعد و نه زمینگیر به اشکال مختلف ولا مبتلا و نه کسی که مبتلای به مرضی دردی بیماری نقصانی چیزی باشه الا کشف الله عنه بلا او بنا اهل البیت به خاطر به برکت ما, ما. ما به واسطه ما اصلا این نظام نظام عدم شود که این عالم عالم فیضه من. تا مجرای فیض خدای تعالی محمد آل محمد این چارده نور مقدس که حالا جای بحثش صحبت بمانه صحبت. خب اینها بعضی از نکاتی که مثبت همین قضیه است که رجعت یک تاثیر کلان و تاثیر عمیق بر همه مظاهر عالم خلقت و عالم تکوین و نظام طبیعت داره حالا یه نمونه دیگه هم من عرض کنم اگر حالا فرصت بله تمامه آره در روایت داره که قبل از که اشاره هم کردیم شاید تو بعضی از برنامه های دیگه حالا اگر من پیدا کردم تو برنامه بعدی اشاره میکنم متن خود روایت رو بسیاره. که فرمود که قبل از ظهور و رجعت خداوند سیر این حرکت این نظام رو نظام طبیعت رو بهش شتاب میبخشد ولی زب برکت از زمان هم میره و لحن روایت اینه فرمود سالهاشون مثل ماها و ماها مثل هفته ها و هفته ها مثل روزها ها <applause> که واقعا من حالا خود بندی <applause> شما داریم, داریم بله. اینه اصلا انسان نمیدونه که این زمان که... با چه سرعتی داره میگذره و اصلا خودش ایران میشه حقیقتا امروز اول هفته از طولی نمیکشه آدم میبینه آخر هفته شده. ولی در روایت داره وقتی که سهور و رجعت اتفاق افتاد این سیر حرکت نظام طبیعی به اراده خدای تعالی کن میشه ولی دا فرمود اون زمان هر سالش برابر با ده سال, ده قبل بله. بسیار عالی ممنون و شکرم امیدوارم که این بحث و موضوع هم برای بینندگان ما جا افتاد و زیباییش رو دریافت کردن به هر حال فرصتی که خداوند تحت عنوان رجعت در اختیار ما میگذارد رو باید از الان براش فکر بکنیم چگونه با اینکه خودمون توی این دنیا اعمالی رو که ما رو رشد میده اعمالی که ما رو در نزد خداوند متعال زیبا و درست و عبد صالحی قرار بیده رو انجام بدیم چون انسان ها هم از جهت روانشناسی و هم از جهت مباحث آیات و روایات هر گونه در این دنیای امروزی عمل بکنند در فرصت و موقعیت دوم یعنی رجعت هم همان گونه خواهند بود حرفاشو در برنامه های گذشته زدیم و امیدوارم که یه جوری الان باشیم که اون موقع هم شاد داشتیم. آقا خیلی متشکرم. محضر شما و ممنون از شما بینندگان که بیننده این برنامه بودید. تا یک سلام و عرض اراده دیگر بعد از طلب فرج برای امام زمان براتون آرزوی سلامتی و طول عمر دارم. در پناه عزت حق باشید. یا علی.